جاهای دیگه باشین، در هوای خنک، اشتاد پارک، تفریح، ولی ترجیح دادیم بیاین کلام خدا رو گوش بدیم. دعا میکنم که در نام عیسی مسیح، در ازای وقتی که میذارین، خداوند فوق از فکر و تصورتون برکتتون بده. آمین داره یا نه؟ آمین. و امیدوارم با انتظار و اشتیاق اینجا اومده باشین. آمین. چون منتظران خداوند دست خالی بر نمیگردن. اگه بخوام پیام مرکزی امروز رو در یک جمله خلاصه کنم، اینه که عطیه بی‌نظیر روح القدس. عزیزان، عطیه‌ای که میتونه زندگی عیسی رو، طبیعت عیسی رو در تجربه های روزمره ما، روزانه ما به طور خاصی قابل دسترس و آشکار کنه. باور میکنی؟ این عطیه بی نظیر روح القدس، درست موقعی که تولد تازه میابیم، در همون لحظه روح القدس تمام اشتیاق و سعیش اینه که شخصیت الهی عیسی رو در من و تو شکل بده به واسطه روح قدوس الهی. وقتی که تمامی تکیه ما، اعتماد ما به روح القدس باشه، روح القدس فعالانه درست بعد از تولد تازه در ما شروع میکنه به کار کردن. ولی باید بگم عزیزان، با اطمینان باید بگم که هیچ پیشرفت قابل توجهی در زندگی روحانی ما نخواهیم داشت اگر تکیه و اعتماد ما بر عملکرد این عطیه بی‌نظیر روح القدس نباشه، اگه او رو نشناسیم، اگه با او انس نگیریم. چون زندگی مسیحی یک روش نیست عزیزان، یک سبک نیست که بخوایم تمرین کنیم، یاد بگیریم، طی تاریخ کنیم در مسیرهایی. زندگی مسیحی تنها و تنها ثمره حضور روح القدس بر زندگی ماست و خدمات ماست عزیزان، که مهر تاییدی بر مسیحی بودن ما میزنه. بسیاری از ایمانداران، از جمله خود من، چقدر سعی کردیم، چقدر سعی میکنیم در کمال خدا ترسی عزیزان، تعهد، بردباری، به خصوص از چالش ها، در تجربه ها، در مصائب، چقدر سعی میکنیم مثل عیسی زندگی کنیم، چقدر سعی میکنیم عزیزان که از اون عادت های کهنه و شرطی شده، از اون الگوهای منفی که از بچگی در ما کاشته شده، یکم فاصله بگیریم، خلاصی بیابیم، نیست؟ چقدر سعی میکنیم زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشیم. ولی بعد از مدتی اول یه استارتی زده میشه، چون سعی میکنیم، چون تلاش میکنیم، ولی نمیتونیم ادامه بدیم. چرا عزیزان؟ در جدیت ما هیچ کوتاهی نبوده، در اشتیاق ما به عنوان فرزند خدا مهر روح القدس بر ما زده شده، در اشتیاق ما که خدا رو خوشنود کنیم. برای نشستن شما گواهی بر اینه، هیچ خدشه‌ای وارد نمیشه. اما اشکال کار همیشه اینه که تکیه و اعتماد ما و قدرت اجرایی که در درون ماست روح القدس نبوده و نیست و گاهن و خیلی بیشتر از گاهن یادمون میره. اما زمانی که در اوج خستگی و ناامیدی متوجه میشیم که مسیح قیام کرده و مسیح قیام کرده زنده است، آمین، و با صعود مبارکش عطیه روح القدس رو بر تک تک ما افاضه کرده، ما احتیاج به یه پنتیکاست دیگه نداریم عزیزان، همطور که احتیاج به یک بیت لحم دیگه نداریم. روح القدس داده شده، ما امروز باید دریافت کنیم پوری اونو، آمین. و تا موقعی که نفهمیم، متوجه نشیم که فقط عیساست توان اینو داره، که روح القدس توان اینو داره که مثل عیسی زندگی و خدمت کنه، تا موقعی که اینو متوجه نشدیم عزیزان، مخصوصا در اون شرایط سخت، در اون تجربه ها، نمیتونیم باقی بمونیم، نمیتونیم ادامه بدیم، نمیتونیم دوام بیاریم، چون فقط عیساست، فقط عیساست که میتونه در ما مثل عیسی بردبار و صبور باشه و متعهد و وفادار باشه.
آمین. وقتی که به اینجا میرسیم، این بیداری در ما به وجود میاد، یک انقلاب عظیمی در زندگی روحانی ما به وجود میاد. باور میکنین عزیزان؟ من خودم وقتی ایمان آورده بودم این ذهنیت رو داشتم، خدا گناهای من رو بخشیده، من الان فرزند خدا هم. چقدر اطمینان داشتم، یک ابدیت با عیسی زندگی میکنم، اصلا شاید نخوابم در خدا، من روبوده میشم، من روبوده میشم. و تو موقعی هم که روبوده بشم در باشگاه طرفداران عیسی، یعنی کلیسا، عضو هستم. دیگه چی از این بهتر؟ الان دیگه فقط یه فضایی رو دارم که احکام عیسی رو انجام بدم، عیسی رو جلال بدم، مثل عیسی زندگی کنم. اما از آن نمیدونستم که نمیتونم مطابق با الگوهای الهی و احکام خدا زندگی کنم. هر بار نتیجه‌ای که آیدم میشد، بعد از یه مدتی که ادامه میدادم، افسوس، شرم به خاطر شکستا و اون گناه‌های پنهان و آشکارم بود که خودم میدونستم و خدا نیست. تا اینکه روزی یاد گرفتم و الانم دارم یاد میگیرم عزیزان، و تا آخرم در پروسه یادگیری خواهم بود که تنها عیساست، تنها عیساست که توانایی داره به وسیله روح القدس، مخصوصا عزیزان در شدایت، در تجربه ها، مثل خود عیسی زندگی کنه به واسطه این عطیه بی نظیر روح القدس. میخوام یه مثالی رو براتون بگم عزیزان، داستانی رو تعریف کنم که خیلی سعی کردم، اینجا سعی کردم، حتما روح القدس هم کمک کرده که این داستان رو روی همسایه‌مون یودیت بنا کنم. همسایه‌مون یودیت، این همسایه عزیز ما یودیته، تعریف میکرد که همسرش مسئول زدن چمنهای خونش بود. چند روز پیش من رفتم پیشش که این ماشین چمنزنی رو بگیرم، نداد. گفتم پس حداقل عکس بندازم ازش. مسئول این زدن چمنها همسرش بود. این میگه من هر وقت که همسرم چمنهای خونه رو میزد، از پنجره نگاه میکردم، میدیدم و چقدر راحت این ماشین رو میگیره دستش، در حالی که سوت میزنه داره چمنهای خونه رو میزنه، چقدر راحت. منم نگاه میکردم. بعد از چند روز همسرم رفت مسافرت، چمنای خونه حسابی بالا زد، گفتم امروز من میخوام چمنا رو بزنم، و رفتم دستگاه چمنزنی رو آوردم، وصلش کردم، دیدم شروع کرد غلطکا به غلطیدن، بلا فاصله غلطیدن شروع شد، اون غلطکایی که چمنا رو میزنه، ولی اصلا حرکت نمیکرد. یعنی ماشینی که تو پارکینگ پارکش کنی، روشنش کنی، ولی هیچ جایی نری. یودیت میگه خیلی سعی کردم، یه جوری هولش میدادم، یه جوری عصبانی شده بودم. آخه یعنی چی؟ چرا باید انقدر اون بدون هیچ توانایی کار میکرد؟ تا در اثر عصبانیت، اگه من بودم یه چند تا لگد میزدم، حتما اون چند تا مش زده، این اهرمی که بغلش نارنجیه، این اهرم رو میبینی، دستش میخوره به این اهرم و شروع میکنه ماشین چمنزنی روشن میشه و شروع میکنه به زدن چمنها. عزیزان چقدر مایوس کننده است وسیله‌ای که طراحی شده با نیروی خودش کار کنه، نیست؟ با نیروی خودمون بخوایم اونو حرکت بدیم. و چقدر آرام بخشه، چقدر تسلی دهنده است بعد از یه تلاش طولانی متوجه میشیم منابعی که در دسترسمون بوده اونو ندیدیم، قبلا اطلاعی نداشتیم، یه دفعه اطلاع پیدا کردیم، نیست؟ چقدر لذت بخشه. در کلام خدا وقتی نگاه میکنیم، من سعی کنم تو کلام خدا بگردم کی رو پیدا کنم که یکم به این داستان بخوره، هیچ کس مثل پتروس الهام بخش نبود. خدا رو شکر برای کلام خدا که چقدر صادقانه حتی شخصیت‌های کلیدی رو قدیس نمی‌کنه، معصوم سازی نمی‌کنه، نه ضعف‌هاشون رو میگه. پتروس هم وقتی اون رو می‌شناسی می‌بینی مدت‌ها بود که این ماشین چمنزنی رو هول می‌داد،
و بعد از اون خستگی و شکستی که روبرو می شد یک کمی کنار می کشید دوباره شروع می کرد. نیست؟ پتروس رسول رو حتما می شناسین عزیزان. وفادارترین حامی عیسی بود. هیچ کس مثل پتروس در اطاعت، محبت، سرسپردگی، اعتماد، فروتنی در مقابل عیسی به مسیح تحسین ما رو بر نمی انگیزه. اگه بشناسی یکمی حتی پتروس رو. ولی عیسی یه روز به پتروس میگه در متی باب 26، آمین به تو میگویم که همین امشب بیش از بانگ خروس سه بار مرا انکار خواهی کرد. اما پتروس میگه حتی اگر لازم باشه با تو بمیرم انکارت نخواهم کرد. یخته عیسی جان، تو من نشناستی که چقدر وفا دارم. چرا عزیزان عیسی اینقدر با شک و تردید؟ واقعا من اگه بودم دلم میسوخت و یه ذرم ناراحت میشدم، گفتم وای دلم شکست. چرا اینطوری با پتروس صحبت میکنه؟ هیچ تردیدی عزیزان در وفاداری و تعهدی صادقانه و بیریا در پتروس وجود نداشت. من میتونم با اطمینان بگم او بهترین مدافع و پرشورترین طرفدار عیسی مسیح بود. او تنها کسی بود که در متی باب 16 اعتراف ایمانش باعث شد که گفت تو ای مسیح، ای پسر خدای زنده که بنیاد پادشاهی و ملکوت خدا اونجا ساخته بشه. او تنها کسی بود عزیزان که به فرمان عیسی بر روی اون امواج وحشتناک و خروشان دریای جلیل شروع به راه رفتن کرد. او تنها کسی بود که وقتی خواستن عیسی رو دستگیر کنن چقدر ناراحت شد، میخواست همه رو لت پار کنه، نیست؟ و با یه شمشیری برداشت گوش غلام کاهن اعظم رو برید، یادتونه؟ و او تنها کسی بود که در یوحنا باب 6 وقتی بسیاری از شاگردان از پیروی عیسی برگشتن و عیسی گفت شما هم میخواییم برگردین. و پتروس برگشت گفت کجا بریم؟ حیات، کلام حیات جاوید نزد توست. ما ایمان آوردیم و شناختیم که توی قدوس خدا. از اون مکاشفه از این عظیمتر؟ ولی همه ما از جریان خبر داریم. در متی باب 26 آیه 74 و 75 آنگاه پتروس برای سومین بار لعن کردن آغاز کرد و قسم خورد گفت این مرد رو نمیشناسم. همون دم خروس بانگ زد. آنگاه پتروس سخنان عیسی را به یاد آورد که گفته بود بیش از بانگ خروس سه بار مرا انکار خواهی کرد. پس بیرون رفت و به تلخی گریست. عزیزان آیا هرگز به خاطر کوتاهی‌های خودتون گریه کردین؟ خوش به حال این فرد. آیا تا به حال به خاطر وعده‌های صادقانه اما سرخرمن درد کشیدیم؟ میتونم بگم هرگز وفاداری و صداقت شما جای تردید نبوده، ولی اما نتونستید در عمل مخصوصا در شدایت ادامه بدیم، عمل کنیم به اون چیزی که گفتیم. عیسی مسیح خدا و این معمای میتونم بگم سپیچه رو این گونه حل میکنه. روح راقبه. در متی باب 26 آیه 41 روح راقبه اما جسم ناتوان. روح اشتیاق داره. من روحن اینجام خواهر نصری، در روح با شما هستم، در دعا سمینار هر جا که بگین من روحن با شما هستم، ولی خب الان امروز نمیتونم. روح راقب از اون به چه درد میخوره وقتی جسم ناتوانه؟ میتونم بگم مثل تفنگی پر میمونه که به وقت نیاز، به وقت خطر میبینی خالی بوده.
من فکر میکنم که پتروس در اون لحظه پیش خودش فقط این، چون خیلی من سعی میکنم همزاد پنداری کنم، خودم جای اون شخص بذارم، تو اون لحظه پتروس پیش خودش فکر کرده بهتره برم گم شم، بهتره برم از صحنه پادشاهی خدا گم شم. به زبانی مهرم حلال، جونم آزاد نیست. و در یوحنا 21 خیلی واضح اینو میگه، تور ماهیگیری خودشو برداشت و به زندگی گذشته کسب و کار خودش که سابق بود برگشت. و عیسی بعد از مرگ و قیامش به دیدن پتروس میره که او رو دعوت کنه برای یه خدمت خطیر. من فکر میکنم و تجربه کردم خطیرترین خدمت شبانی عزیزان، او رو برای این خدمت خطیر دعوت کرد. عیسی او رو شماتت نکرد، تنبیه نکرد، تقصیرات او رو به رخش نکشید. چرا؟ چون عیسی از انکار پتروس تعجب نکرد. او میدونست چی در دل پتروسه، او به خوبی پتروس رو میشناخت. عاشق این سرودم، حمدت کنم من رو میشناسی، با این حال دوستم داری، دستت را بر من نهاده ای و حفظم میکنی، طریقهایم را دانسته ای، همه چی رو میدونه. عزیزا این خود ما هستیم که در مواجهه با انسان خودفریب و کاذب فرو میریزیم، که اگه روبرو بشیم این فیضه، واقعا فیضه. آمین. و عیسی خوب میدونه که بدون روح القدس ما، تک تک ما، چقدر میان توهیم، چقدر قاصریم، چطور بدون اون یاری دهنده، بدون اون قوت روح القدس میتونیم فقط وعده های سر خرمن رو خوب بدیم ولی قدرت عملشون نداشته باشیم. عیسی خوب میدونه. و خیلی از ماها میگیم او رو شماتت نکرد. درسته، او رو شماتت نکرد، در عوض شکست او، شرم او، که من فکر میکنم دردناکترین احساسه، با اعتماد به نفسی تازه در خدمت او رو احیا کرد. ولی از هرگز یادمون نمیره که هرگز به او مأموریت نداد که دوباره به اشتباهات مکرر خودش ادامه بده و دوباره و دوباره تجربه رو تجربه کنه. آمین. چون ما لازمان وقت نداریم. برای همین در اعمال باب 1:4 میگه چون با ایشان جمع شده بود، ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیدید، زیرا که یحیی به آب تعمید میداد، لیکن شما بعد از اندک زمانی به روح القدس تعمید خواهید یافت. تعمید خواهید یافت. عزیزان خدا نکنه که به مسیحیت بدون روح القدس راحت انس کنیم و جلو بریم. و درست بعد از این فرمان عیسی مسیح، 7 هفته از صبحدم اشکای تلخ و ندامت و شرم پتروس گذشت، در روز پنتیکاست در ساعت 9 صبح در اون صبحگاه عالی، به جای اون اشکا، به جای اون شکستا، چه خدای عظیمی داریم. چقدر زندگی روحانی تجربه میکنم که خاکسترهای درد و شرم و مردگی قیام میکنی. من پتروس اینجوری میبینم، در روز صبحتم تازه با یک شادی، با یک امید، با یک روحی تازه بلند شد روح القدس، نه تنها بر او بلکه بر جمعی افرادی که منتظر او بودن و وعده او رو باور داشتن نازل شد. آمین. در طی 7 هفته پتروس از تمامی اون منیت‌های خودش، خودمحوری‌های خودش، تمام اون خدمت‌هایی به نفس خودش، عزیزان، آزاد شد، خالی شد. و اون روز از قوت روح خدا آراسته شد. پتروس در اون صبحدم پنتیکاست با یک نیروی تازه از خواب پا شد، با اقتداری تازه سخن گفت و شهر اورشلیم رو برای عیسی مسیح خداوند تسخیر کرد، زیر و رو کرد. بعدها وقتی در اعمال باب 3 اون مفلوج کنار معبد رو شفا میده و تمامی اون قوم اسرائیل به او هجوم میارن که او رو تمجید کنن، پرستش کنن، پتروس میگه
چرا این مردان اسرائیلی اینطور رو من چش دوخته این که انگار قوت تقوای خودمه که این مرد صحت یافته. ایساست که این مرد رو پیش روی شما صحت کامل بخشید. دیگه علت پتروس نبود، تعصب پتروس نبود، غیرت پتروس نبود، عشقای انسانی دمدمی مزاج انسانها نبود، پتروس نبود، بلکه علت عیسی بود. آمین. و پتروس این حقیقت تلخ رو، این حقیقت راستین رو در کلاس درس یاد نگرفت عزیزان. در خدمات پرشور بار بابا با اینجا بار بابا با اونجا یاد نگرفت، در کلاس الهیات یاد نگرفت، حتی از زبان خود عیسی یاد نگرفت که وقتی در یوحنا باب 15 آیه 5 میگه جدا از من هیچ کار نتوان کرد، شلوس آفس، اونجا هم یاد نگرفت، بلکه اون زمان که اشکای تلخ ندامت او به خاطر شناخت خودش، وقتی خودمونو میشناسیم عزیزان، خدا رو میشناسیم، وقتی به اون طبیعت فاسد کهنه خودمون پی میبریم، با یه جنبه و زاویه زیبا از قدوسیت، وفاداری و تغییر ناپذیری خدا پی میبریم. همون زمان پتروس به پایان منیت خودش رسید. حقیقتا خوشا به حال ماتمیان، خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. و تجربه من اینه که اضافه کنم تو کتاب مقدس خودم، زیرا ایشان بیشتر از میزان، فوق از میزان تسلی خواهند یافت. میخوام بگم نیت و استراتژی خدا هنوزم عوض نشده عزیزان، هرگز عوض نشده و نخواهد شد. آنچه که ما برای خدا انجام میدیم هرگز و هرگز معیار نیست، بلکه آنچه که خدا از طریق ما انجام میده، اینه که سرچشمه تمامی ارزش‌های موندنی و الهیه. و ما امروز میتونیم عزیزان، هر موقع میتونیم به وسیله عطیه بی‌نظیر روح القدس، این بخشنده کل نعمت‌ها، زندگی مقدس‌تری داشته باشیم، زندگی ثمر بخشتری داشته باشیم. ما میتونیم تلالو خصوصیت پاک عیسی رو، محبت بیشیله پیله پاک عیسی رو، اون تعهد عیسی رو به دنیا، به همدیگه باز بتابونیم. ما میتونیم به وسیله روح القدس، ولی متاسفانه خیلی وقتا در اسرت و شکست و خدمات تکراری که مثل کاه و چوبه و گیاه داریم به سر میبریم، چون متوجه نشدیم که هدف خدا این نیست که فقط از گناه و پیامدهای او آزاد بشیم. هدف خدا این نیست که خدماتی انجام بدیم. هدف اصلی اینه که عیسی مسیح خداوند از طریق من و تو متجلی بشه. آمین. برای همین چند صد سال قبل حزقیال نبی در باب 36 آیه 26 میگه دلی تازه به شما خواهم داد و روح تازه رو در اندرون شما خواهم نهاد، دل سنگی رو از جسد شما دور خواهم کرد، دل گوشتین به شما میدم، روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم کرد تا احکام من رو نگاه داشته، تا احکام من رو نگاه داشته، نه فقط نگاه دارید بلکه آنها رو به جا بیاورید. آمین عزیزان. این وعده در عیسی مسیح به طور کامل متحقق شد. پیامد روح القدس در من و تو به جا آوردن احکام خداست، شریعت خداست. خیلی از ماها میگیم شریعت دیگه، ما تو شریعت نیستیم. عزیزان عیسی نیومد شریعت رو باطل کنه، بلکه تمام کنه. آمین. الزامات شریعت هنوز به جاست، مطالبات شریعت عوض نشده، اما منابعی در اختیار ما گذاشته شده که ما میتونیم شریعت رو که همون احکام خداست، شریعت نمیتونه عوض بشه هرگز، چون ذات خداست، قدوسیت خداست،
فقط اون قدرت اجرایی در ما که میتونه احکام خدا رو انجام بده. آنچه که در عهد عتیق محال بود، مثل هل دادن اون ماشین چمنزنی بود، به دلیل جسم ناتوان و ضعیف من، ولی به خاطر عطیه روح القدس قابل دسترسه، شدنیه. آمین. نمیدونم چقدر هیجان زده هستین، من که خیلی هیجان زده هستم، چون میخوام یه پوری تازه رو تجربه کنم. خدا پسرشو گناه ساخت عزیزان تا عدالت شریعت انجام بشه، کامل بشه، تا پس از این ما به روح زیست کنیم، نه به حسب جسم. که یعنی وقتی خدا میگه این کارو بکن، اون کارو بکن، مجادله نکن، حق به جانب انقدر نباش، نمیدونم ببخش، طلب بخشش کن، اینا همه سخته نیست؟ تعهد داشته باش، در آتشا بیست. باید ما قدرتشو داشته باشیم، وگه نه همون هل دادن ماشین چمنزنیه نیست؟ همون باید و نباید شریعته. ماشین چمنزنی که اهرامش آزاد نشده، ماشینی که تو پارکینگ فقط داره صدا میده و روشنه، هیچ جا نمیره. عزیزان من نمیگم سعی بکنیم ها، عزیزان، عزیز جانهای من، یه موقع من به این کلمه بعضی موقع خیلی حساسم، من سعی میکنم، رو خودم کار میکنم، اصلا من منظورم این نیست، چون ما نمیتونیم یه منبع انرژی با تمرینات خاصی در خودمون به وجود بیاریم، یا اینکه خیلی روند شده مراکز چاکراها رو فعال کنیم، نیست؟ تا انرژی در خودم تولید بکنم به یک انسان هوشیار، یک انسان وارسته و باز شدن این چاکراها و تمرینات یوگا، من میتونم تنفسهای مخصوص، نه عزیزان، هرگز من و تو نمیتونیم احکام خدا رو به جا بیاریم، در صورتی میتونیم احکام خدا رو به جا بیاریم که باور کنیم مسیح در مرگ و قیام خودش، در روی صلیب با قیام خودش کاری رو در ما کرد که دیگه گناه در ما سلطنت نمی کنه. و به واسطه فیض عیسی مسیح که صعود عیسی مسیح، این روح القدس بر ما افاضه شده و من و تو، یه قدرت الهی در ماست، در ماست، از این استفاده نمی کنیم، فعالش نمی کنیم، چشمه آب حیاتو، این در ماست و ما میتونیم. زندگی مسیحی از اون غیر ممکنه. سخت‌ترین کار این دنیا اینه که کار خدا رو با توان انسانی بخوای بکنی. آره، همین انقدر بدبخت میشیم، فرسوده میشیم. من در خودم هنوز هم مثل پتروس همه کار خواستنم، اما هیچ کار نتوانستن. ولی وقتی جسم و روح من، اون جسم ناتوان من هماهنگ میشه با روح القدس، اون موقع پیروزی قیامو در زندگی خودم تجربه میکنم. عزیزان آمین. هرچند میخوام بهتون بگم بارها در این مسیر هماهنگ شدن با شکست روبرو میشیم، اینجوری نمیریم، زندگی مسیح افت و خیز داره، نیست؟ در مسیر این هماهنگ شدن، چون یه طبیعت فاسد و کهنه و کاذب تو ماست که اصلا نمیخواد احکام خدا رو انجام بده، مبارزه میکنه با فروتنی، توبه، نمیدونم هر چیزی که از احکام خداست، نمیتونه، و یه جنگی در ما در میگیره. میخوام بهتون بگم عزیزان، ناامید نشیم، ناامید نشیم. هر بار که تصمیم میگیری موافق کلام خدا به قوت روح القدس حرکت کنی، تو در انسانیت باطنی خودت از روح او زورآورتر میشی. هر بار با اعتماد به خدا و با قدرت روح القدس تو در روح خودت راغب‌تر میشی. آمین. و جسم تو با قوت قیام مسیح تواناتر میشه. باور میکنی؟ عزیزان خسته نشدی؟ هنوز سر حالی؟ پتروس رسول میفرماید، عزیزان دعا نمی کنه دیگه در برای ما، باب 1-2-3 تو افسسیان دعا میکنه، زانو میزنه، استغاثه میکنه، زنجبوره میزنه در حضور خدا. این دفعه نه، از روح خدا پر شوید، یک فرمانه عزیزان. امروز تو اگه فرزند خدایی و تسلیم خداوندی او، فقط نجات نیافتی، بلکه واقعا زندگی تو میخوای زیر اقتدار عیسی مسیح باشه، خداوند به تو میگه، به تویی که داری میشنوی از طریق رسانه ها،
عزیز جانهای عزیزم، به شما داری میگه در لوقا باب 11 وعده فوق العاده عالیه، آیه 11 هیچ وقت یادمون نمیره. کیست از شما که پدر باشد پسرش از اون نان بخواهد سنگی به او بدهد؟ چند مرتبه بیشتر پدر آسمانی اگر روح القدس رو از او بخواهید. عزیزم میخواید؟ واقعا در درونتون یه اشتیاقی به وجود اومده، باور میکنین که همین امروز خداوند میخواد یه پوری تازه رو تک تک ما تجربه کنه؟ حتی عزیزانی که به ما وصل هستن و شاید روزای بد دارن میبینن از طریق یوتیوب یا هر رسانه‌ای، ایمان دارن وقتی میشنوی و با ایمان این وعده رو باور میکنی، روح القدس بر تو قرار میگیره. آمین. میخوام دعوتت کنم، عزیزانی که اشتیاق داری به جلو بیا و به جلو اومدنت، عزیزان جلو اومدن خیلی تفاوت بزرگی داره، به خصوص امروز تو با جلو اومدن اعلام میکنی که تابع فرمان خدا هستی که میگه از روح القدس پرشین. آمین. با قدم برداشتن تو داری اعلام میکنی که بدون روح القدس چقدر میان توهی، چقدر خشکیده‌ای، چقدر ناراضی هستیم از زندگی مسیحی. ایمان آوردی؟ بله. به خون مسیح شسته شدی؟ بله. هیکل تو به معبد روح القدس؟ بله. ایمان داری به همه چی؟ بله. از زندگی مسیحی راضی؟ نه، خستم، دل زده ام. و وقتی پا تو جلو میذاری، جلو میای، من میخوام روح حیات بخشو دریافت کنم که دیگه ناراضی نباشم. همطور با اومدم به جلو میخوای بگی ای خداوند در ترسهای خودم، در چه کنم چه کنم های خودم، ضعفهای خودم گیر کردم و احتیاج به قدرت روح القدس دارم. با قدم برداشتم به جلو میخوای به خدا بگی یه فریاد بی صدا، عزیزان من دارم، خسته شدم از تقلا کردن برای یه زندگی مقدس و خوشنودی خدا، که اون خوشنودی خدا، اون شادی خدا دوباره قوت من بشه. چون خوشنودی خداست، شادی خداست که قوت روحانی ما میشه. آمین. با جلو اومدن میخوای اعلام کنی که میخوام به تو توکل کنم که وارد زندگی من بشی، بادی در بادبان خدمت من، آتشی در زندگی روحانی من بشی. آمین. همینطور عزیزان خیلی هدایت قلبی دارم که روح القدس نه تنها میخواد کسایی که واقعا با ایمان قدم برمیدارن به جلو و فروتنی پر کنه، بلکه قبل از پر شدن خیلی ها هستن اینجا که احتیاج به احیا دارن، به شفا دارن، به آزادی دارن. اسارت هایی هست، ترس هایی هست، نگرانی هایی هست و روح القدس میخواد این گره ها رو باز کنه. افکار منفی هست که دائما تمام زندگی ما رو پایین میکشه. شاید عدم بخشش ها هست، شاید بیماری جسمی هست و روح القدس امروز میخواد شفا و آزادی بیاره. آمین. پس به جلو بیاین لطفا. رنگال من کدشن پینو بران تو دامن تو سون استرمان. آمین. خدا من، ای خدا و ای قوت ما، شکرت میکنم که در عیسی مسیح خداوند تک تک ما رو خداوند یتیم نذاشتی. که عیسی مسیح میگه شما رو یتیم نمیذارم، برای شما بهتره که من برم که روح القدس بیاد، این حامی، این یاور، این تسلی دهنده، این پشتیبان، این شخصی که قدرت داره، تنها این شخصه، این شخصیت اعظمه، این عطیه بی نظیر روح القدسه که قدرت داره مثل عیسی زندگی کنه، مثل عیسی محبت کنه، مثل عیسی صبور باشه، مثل عیسی در قداست زندگی کنه، مثل عیسی بردبار باشه در شدایت. با تمام قلب و جانم ای پادشاه پادشاهان که به قیمت گرانی خداوند راه های سختی رو پیمودی تا امروز خداوند ما بدون مشورت، بدون مشارکت، بدون رفاقت،
بدون همیاری، بدون یاری با روح القدس نمونیم. زندگی ما مثل اون هل دادن ماشین چمنزنی نباشه که دلمون بخواد، واقعا دلمون بخواد مثل تو زندگی کنیم ولی از نتونستنش مایوس بشیم. شکرت میکنم خداوند، تو وعده دادی وقتی پدر زمینی هر اون چی که آرزوش بچهش میخواد به او بده، چقدر بیشتر پدر آسمانی که روح القدس رو میده به هر کی که از او بطلبه. آمین آمین. ای خداوند، همطور سه شنبه بود که رویایی رو دریافت کردم که خداوند میخواد افرادی که این جلو میان به طور خاص به طور ریشه‌ای شفا بده، مخصوصاً از دردهای گذشته، از خاطراتی که هنوز آسیب ندیده. و این فرمان رو از خداوند دریافت میکردم که من موقعی دعا کردن اصلا احتیاج نیست که حرف بزنم، کلماتی رو به زبون بیارم. این احساس، این احساس که از طریق روح القدس فقط با دست گذاشتن شفا، آزادی و رهایی میاره از اون چی که بار سنگینه. ای خداوند، ای قوت ما، مرسی. همجور خواهش میکنم از افرادی که برای دعا هستن پشت افراد بیستن. مرسی پدر جان. رنینگال مانگا تشنوپینو بران دو دونات سون رست رنینگال. ای خدا، ای خدا، ای خدا، شفای تو بیار، دونت سون سون مامان سون مامان دونت سون 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 سون مام